سلام دوشنبه دوازده شهریور 1403 دو سپتامبر 2024 میلادی گزارشی که خبرگزاری بلومبرگ از عملیات مالی حسین شمخانی معروف به هکتور منتشر کرده شرکتی که او در دوبی داره شرکت کشتیرانی که آدمیرال که دهها نفتکش غول پیکر دارند و همینطور دست رازی که به نفت ایران داره و سالی پانزده میلیارد دلار به گفته بلومبرگ درآمد داره همینطور نفت روسیه را رو هم وارد قاچاقش شده تنها نوک کوه یخی است که فساد گسترده کشور و باندهای مافیایی رو اندکی نشون میده جالب پدر آقای هکتور حسین شمخانی یعنی علی شمخانی که فردی است که کوتشت رسوایی فسادهای او سالهاست از بام افتاده در جلسه بعد از رأی اعتماد مجلس که آقای خامنه ای با پزشکیان و وزرای او داشت جزو اصحاب دست راست نشسته بود که در واقع آقای خرازی و دیگران میشه گفت هیئت دولت واقعی اونجا و شاید اولین بار بود که شمخانی اینطور آشکارا بغل دست خامنه ای به رخ ملت کشیده میشد از سوی دیگه پسر آقای عارف آقازاده دیگری که به ژن مرغوب معروفه کسی که پدرش عارف وزیر ارتباطات و بعد هم معاون خاتمی بود و مادرش هم پزشکی است که شبکه بیمارستانی نیکان در کشور دارند او هم کسی است که در دوره‌ای که پدرش معاون خاتمی بود معاون رئیس دولت بود عملا مناقصه بین المللی برای اپراتور دوم تلفن دستی در ایران رو که ترکسل برنده اون بود به زیر پا گذاشتند و البته پشت او مجتبا خامنه ای قرار داشت و با رشوه و غیره امتی آفریقای جنوبی رو به کشور آوردن موضوعی که بعدا ترکسل شکایت کرد و 300 میلیون دلار هم خسارت گرفت اما این ماجرا که صحبت از میلیاردها میلیارد دلار سود هست در تمام این سالیان سودش در جیب مجتبا خامنه ای بوده و پسر آقای عارف هم یکی از عوامل اجرایی است که در این بخش فساد از ابواب جمعی مجتبا خامنه ای محسوب میشه و به این ترتیب دیده میشه که چرا آقای خامنه ای شخصا به پزشکیان گفته که عارف رو به عنوان معاون اول بگذاره نکته دیگه که باز در همین روزها به عنوان مثال من میتونم بیارم آقای محسن پاک نجاد وزیر نفت که صادق عظیمی فر، پسر سردار عظیمی فر رو به معاونت پالایش و پخش شرکت نفت گذاشته که یکی از بزرگترین واحد ها و مهمترین واحد هاست. کسی که پدرش در قاچاق نفت دست داشته و خود او هم غیر از دوره‌ای که در و بنیاد مستضعفان و ابواب جمعی خامنه ای بوده این آقا پسر در پست های مختلف وزارت نفت و مجتمع های بزرگ مدیریت داشته و بخشی از اون شبکه معروف به دزفولی ها در وزارت نفته که سرش به محمد مخبر میرسه او که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و معاونه رئیسی بود و ضمنا باز هم از عباب جمعی مجتبا خامنه است شبکه ای که گفته میشه بیش از دویست مدیریت وزارت نفت رو در کنترل دارند و عملا هم این آقای وزیر جدید که او هم از داخل سیستم وزارت نفت بالا اومده اینها رو در کارهاشون ابقا کرده به این ترتیب میشه گفت آقای پزشکیان که ادعای پاک دستی داره در اولین قدم با همین سنمونه در واقع میشه گفت که به نظر من نوک کوه یخه با ده ها و دهها و صدها نمونه دیگه هم میشه الان در دستگاه های مختلف اسم آورد آقای پزشکیان در واقع چشمش رو بسته و من نمیدونم ادعای اینکه میخواد خودش فاسد نباشه با فساد برخورد بکنه تا چه حد میتونه درست باشه میدانیم آموزش هایی که مؤسساتی مثل سایپ در واشنگتن که سالهاست برای به آزادسازی اقتصادی و غیره مطالعات کردن در پدیده فساد که در دیکتاتوری ها به وجود میاد راهکارهایی رو دارن پیشنهاداتی رو دارن حرفهایی رو زدند که غیر از اون خانم آن اپل بام هم که یکی از بهترین متخصصای بلوک شرق محسوب میشه برنده جایزه پولیتسر هست او هم فراز جالبی رو عنوان میکنه تجربه جالبی رو میگه و میگه بین کشورهای بلوک شرق وقتی کمونیست ها سقوط کردند لهستان از موارد موفق بود به دلیل اینکه از فردای پیروزی چون چند تا اقتصاددان فکر کرده بودند چیکار باید بکنند اتحادیه همبستگی که به قدرت رسید نسخه اونها رو فورا پیچید و در فاصله شش ماه در واقع تغییراتی که لازم بود رو شروع کرد و به پیش برد و یکی از اقتصادهای موفق اروپایی است که رشد اقتصادی سالانه 8 درصد 10 درصدی رو طی یک دهه تجربه کرده در حالی که کشورهایی که تعلل کردند در مبارزه با فساد و برانداختن سیستم قبلی مثل اوکراین مثل خود روسیه این فاسدین جانمایی کردن در نظامهای جدید موازه قدرت رو گرفتن جای مثل روسیه که اصلا به قدرت رسیدن و دیگه نذاشتن اصلاحات اقتصادی صورت بگیره به این ترتیب آقای پزشکیان که حالا نظام هم عوض نشده سر زیر بغل خامنه است در اولین قدم یک تعداد فاسد رو هم سر کار آورده یا در کارها ابغا کرده و این شبکه های فساد اجازه نخواهد داد که قدم از قدم برداره و چیزی خلاف رو اونها بتونه به اجرا در به خصوص اینکه ای و پسرش اصلی ترین مهره های شبکه فساد کشور هستند جالب آقای پزشکان روز شنبه مصاحبه تلویزیونی داشت که در اون مثل که تازه از خواب بیدار شده و عنوان میکنه تازه فهمیده که برای رشد اقتصادی 8 درصدی در سال که در برنامه پنج ساله هفتم پیش بینی شده نیاز به سالیانه 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که باید از خارج تأمین بشه و این در حالی است که در اولین قدم پول حقوق کارمندا رو هم نداره بده پول گندم کارا رو نداره بده پول کامیوندارا رو نداره بده پرستارا رو نداره بده و در اولین قدم از صندوق توسعه ملی 350 هزار میلیارد تومان برداشت کرده با دستور خامنه ای تا به همین هزینه های جاری برسونه جالبه که خود خامنه ای هم در شاید برای اولین بار عنوان کرد که پول و زمان نداریم عجله باید کرد به نظرم شکاف بزرگی رو که بین حکومت و مردم ایجاد شده و به زور سرکوب بخوان نگه دارن خامنه ای هم میفهمه به اضافه شکافی که در سیاست خارجی در بحث مسئله همین فساد و غیره ایجاد شده و واقعا من شخصا نمیدونم که این آقای پزشکیان چه جور آدمی است و این ادعاهایی که میکنه آیا اثر دروغی است یا واقعا از روی سادگی و نفهمی است جالبه که در همین روزها بحث محیط زیست باز هم مطرح شده چهار هزار درخت در ناحیه لیمانات نور که جنگل های هیرکانی از قدیمی ترین جنگل های کره زمین هست بریده شدن برای ایجاد پارکینگی که در یک طرح گردشگری است که خود این طرح هم حرف روش زیاده و باز باندهای مافیایی و فاسد و رانخور پشتش نشستن و خانم شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست آقای پزشکیان هم عنوان میکنه که داریم پیگیری میکنیم ولی این اصلا در حوزه منابع طبیعی و به سازمان محیط زیست ربط نداره و در این حال اعتصاب پرستاران ادامه داره در شهرهای مختلف در عراق کارگران شرکت واگن پارس که چهل روز در اعتصاب به سر میبرند با ضرب و شتم معموران مواجه شدند وقتی که همکارانشون رو ممنوع ورود کردند دست به راهپیمایی زدند و با سرکوب مواجه شدند و همینطور مسئله سرکوب های مختلف در زندان ها هم ادامه داره مصطفی تاجزاده در نامه‌ای به خامنه‌ای عنوان کرده تا همین الان نه سال و دو ماه به خاطر انتقاد از شما در حبس هستم و یک پرونده جدید باز کردن با پنج سال حبس که چون گفته در دادگاه هم حاضر نمیشم احتمالا این رو هم تصویب میکنند و به حبس او اضافه خواهد شد آقای حسین شنبزاده تنز نویس مترجم و کسی که معروفه که به خاطر یک نقطه به زندان افتاده چون انتهای توییت خامنه ای نقطه نبود او نقطه گذاشت و بسیاری کسان این تنز پنهان او رو در واقع ری کردند به با یک پرونده بزرگ با انواع اتهامات دوازده سال حبس برای او در نظر گرفته شده که دست کم پنج سالش قابلیت اجرایی داره زمنان گزارش ستاد کل نیروهای مسلح هم بالاخره در مورد سقوط هلیکوپتر رئیسی منتشر شد و به موجب این گزارش معلوم شد که آخرش فصل بهار مقصر بوده علت رو گفتن شرایط حاد جوی و تغییرات فصل بهار که هلیکوپتر به کوه خورده در حالی که قبلا بارها همین حرف ها مطرح شد و گویا خیلی خوب دارن حالی میکنند که چیزهایی است که نمیخوان بگن اگرچه گفته میشه که در کشتن رئیسی هم مجتبا و شخص خامنه ای دست داشتند و مواردی که قبلا هم به اون پرداختیم و در واقع میشه گفت که یک برگ دیگه به جنایت های این پدر و پسر اضافه شده در حالی که باز هم هست معمول اونها رو پرده پوشیم. به امید پیروزی ایران و ایرانی